سلام عرض می کنم، حسن نجفی خبوشان هستم. با آموزش مقدماتی تشکیل شبکه در نرم افزار ANSYS ICM در خدمتتونم. موضوع این درس در رابطه با معرفی و آشنایی با نرم افزار ANSYS ICM هستش. توی این دوره آموزشی ما از نرم افزار ICM 2019 R3 استفاده می کنیم که در ادامه با اون آشنا میشید. اولین موضوعی که در رابطه با این نرم افزار باید بدونید اینه که فایل هایی که توی پوشه کاری ذخیره میشه چه نوع فایل هایی هستش. اولین فایل که خیلی مهمه فایل پروژه هستش. این فایل با پسوند PRJ توی این پوشه کاری ذخیره میشه. تو این فایل مربوط میشه به خود نرم افزار. یعنی فایلی هستش که شما بعد از اینکه شبکتون رو تشکیل دادید و اون رو سیو کردید با پسوند PRJ اون رو سیو میکنید. و بعد از چند روز اگر خواستید دوباره این فایل رو باز کنید و اون رو ادیت کنید، باید روی این فایل کلیک کنید تا بتونید از اون استفاده کنید. در واقع فایل اصلی نرم افزار هستش که ما با کلیک بر روی اون میتونیم این نرم افزار رو باز کنیم یا بعد از اینکه شبکه‌مون رو انجام دادیم بتونیم سیوش کنیم. فایل بعدی مربوط میشه به فایل هندسه. با پسوند TIN توی این پوشه کاری ذخیره میشه. توی این فایل هندسه‌مون ذخیره میشه. خب این هندسه از جنس خود نرم افزار هستش که با پسوند TIN. شما ممکنه توی تشکیل شبکه فایل هندسه‌تون رو از نرم افزارهایی مثل کتیا یا سالید ورک ایمپورت کنید توی این نرم افزار. خب ما از این نرم افزار فایل TIN اکسپورت میکنیم. یعنی در واقع هندسه کاری ما، هندسه شبکه‌ای رو که میخوایم ایجاد کنیم توی پوشه کاریمون با پسوند TIN ذخیره میشه. فایل بعدی فایل دامنه هستش. با پسوند UNS توی پوشه کاری ذخیره میشه. این فایل شامل شبکه ایجاد شده هستش. شما در طی تشکیل شبکه بعد از اینکه شبکتون رو انجام دادید و اون رو سیو کردید توی پوشه کاریتون یه فایلی به اسم UNS ذخیره میشه که از این فایل برای تبدیل کردن اون شبکتون به فرمت دلخواهی که میخواید استفاده میشه. برفرض شما میخواید برای نرم افزار ANSYS Fluent یک شبکه تشکیل بدید، یعنی هندستون رو دارید، شبکتون رو تشکیل میدید و بعد از اون میخواید این شبکه رو توی نرم افزار Fluent شبیه سازی کنید. شما اول از همه باید فایل UNS رو توی پوشه کاری ذخیره کنید و بعد از اون روال کاری که من بهتون آموزش میدم، فایل مربوط به Fluent که فایل .msh هستش رو از این نرم افزار اکسپورت کنید. فایل بعدی مربوط میشه به فایل بلاک که با پسوند blk توی پوشه کاری ذخیره میشه. این فایل در واقع داخلش تنظیمات مربوط به بلاک و خود بلاک ذخیره میشه. ما توی این دوره آموزشی قصد داریم که نحوه تشکیل شبکه به روش بلاک رو بهتون آموزش بدیم. پس توی این دوره آموزشی ما با این فایل خیلی کار داریم و حتما تو پوشه کاریمون این فایل وجود داره. فایل بعدی مربوط میشه به فایل صفت ها که از پسوند ATR و FBC تشکیل میشه و توی فایل پوشه کاری ما با این پسوند ها میتونیم اونها رو داشته باشیم. توی این فایل شرایط مرزی به همراه پارامترهای محلی ذخیره میشه. گاهی اوقات ما برای اینکه شبکه‌مون رو تشکیل بدیم مجبوریم که اون شرایط مرزی دلخواهمون رو توی خود نرم افزار ICM تنظیم کنیم. گاهی اوقات هم نیازی نیستش، بسته به اون کاری که می‌خوایم خودمون انجام بدیم داره. که اگر شبکه‌مون رو طوری طراحی کنیم، طوری ایجاد کنیم که شرایط مرزی رو هم توی همین نرم افزار تنظیم کنیم، اون شرایط مرزی توی این فایل ذخیره میشه. فایل بعدی مربوط میشه به فایل پارامترها که با پسوند PAR هستش. توی این فایل پارامترهای حلگر و نوع المانی که برای تشکیل شبکه استفاده شده ذخیره میشه. منظور از پارامترهای حلگر، خب ما از این نرم افزاری داریم استفاده میکنیم که قرار خروجیش شبکه باشه و اون شبکه رو ببریم توی نرم افزارهای دیگه. خب سالورهای مختلفی وجود داره، حلگرهای مختلفی وجود داره، مثل آباکوس هست، ANSYS Fluent هست، CFX و نرم افزارهای دیگه که با توجه به رشته های دیگه و خودتون میدونید کدوم ها هستن. شما میدونید که یه فرمتی میخواید دیگه، یه تنظیماتی میخواد اون نرم افزاری که ازش به عنوان سالور استفاده میکنید. تمام تنظیمات توی این نرم افزار وجود داره. شما فقط کافیه که اون سالور رو انتخاب کنید و اون تنظیمات مربوط به اون سالور توی این پوشه ذخیره میشه و ما این فایل رو توی پوشه کاریمون میتونیم داشته باشیم. فایل بعدی مربوط میشه به فایل ژورنال و بازپخش که از پسوندهای RPL و JRF تشکیل میشه. ما این فایل ها رو تو پوشه کاریمون داریم و در اون عملگرهای انجام شده رو حین انجام شبکه، حین تشکیل شبکه تو خودش ذخیره میکنه. منظور از عملگرهای تشکیل شبکه چیه؟ منظور اون عملگرها یا اون تنظیماتی هستن که شما در حین تشکیل شبکه توی نرم افزار تنظیم میکنید. برفرض تعداد نقاط رو،
تعداد شبکه رو، در واقع نوع شبکه رو که میخواید توی این نرم افزار تنظیم کنید توی این قسمت ذخیره میشه. خب تمام این فایل هایی که گفتم از فایل هندسه، دامنه، بلاک به بعد همشون کامل کننده یا مکمل فایل پروژه هستند. در واقع اینها به تنهایی معنادار نیستن. زمانی اینا معنادار میشن که در کنارش فایل پروژه باشه. البته این نکته رو اینجا من بگم، فایل هندسه به تنهایی هم معنادار هستش، چون که شما بالاخره یه پروژه‌ای رو انجام میدید، سیف میکنید، ممکنه بخواید شبکتون رو از یه نوع المان دیگه استفاده کنید. ما اون فایل هندسه رو میتونیم کپی کنیم و ببریم توی یه ورکینگ دایرکتوری و ازش استفاده کنیم. پس اون به تنهایی قابل استفاده است. اما فایل‌های دیگه معمولا به تنهایی قابل استفاده نیستند و باید مکمل فایل پروژه باشن. خب تا اینجا در رابطه با فایل‌هایی که توی پوشه کاری ذخیره میشه صحبت کردیم. الان میریم سراغ خود نرم افزار. من این نرم افزار رو قبل از اینکه ضبط کنم باز کرده بودم. خب نکته‌ای که اینجا هستش اینه که نرم افزار در کنار یه دونه پنجره، یه دونه کامندی اینجا باز میشه که ما باید این رو باز اینجا نگه داریم و نمیتونیم اون رو حذفش کنیم یا ضبط درش بزنیم. پس این باید حتما هنگامی که داریم با نرم افزار ICM کار میکنیم اینجا وجود داشته باشه. همونطور که گفتم از نرم افزار ICM CFD 2019 R3 داریم استفاده میکنیم و شما میتونید اینجا ببینید. نمای نرم افزار یک شکل خیلی ساده ای داره، از قسمت های خیلی پیچیده ای تشکیل نشده. خب حالا میخوایم قسمت های مختلف این نرم افزار رو من بهتون آموزش بدم، از چه منوها و چه قسمت های تشکیل شده. اما قبل از اون توضیحاتی که در رابطه با پوشه کاری دادم رو میتونید اینجا ببینید. مثلا ما اینجا یه فایلی به اسم project1.tin که مربوط میشه به فایل هندسه هستش رو من از قبل آوردم و یک ورکینگ دایرکتوری رو تعریف کرده بودم. خب یه نکته ای که اینجا خیلی مهمه و به کار میاد اینه که ما توی بعضی کامپیوترها باید تنظیم بشه که بتونیم این پسوند رو ببینیم یا نبینیم. خب برای تنظیم این الان ویندوز من 8 هستش. میریم تو قسمت ویو و گزینه فایل نیم اکستنشنز رو میزنیم. اگر این اکتیو نباشه شما پسوند رو نمیبینید. اگر اکتیو باشه شما میتونید پسوند رو ببینید. و من پیشنهاد میکنم که شما این پسوند رو همیشه روشن بذارید. چون که این خیلی کمک میکنه اینکه بدونید هر فایل مربوط به کدوم قسمت از شبیه سازیمون هستش. من الان این مسیر ورکینگ دایرکتوریم رو کپی میکنم با توجه به اینکه یه فایل هندسه هم توش اینجا قرار دادم و بهتون توضیح میدم که چه کار میخوام کنم باش. خب وارد نرم افزار ICM CFD میشم. من یه منوی دارم مثل همه نرم افزارهایی که شما تا الان باهاش کار کردید به اسم منوی ابزارها شناخته شده است. از قسمت فایل، ادیت، ویو، غیره تشکیل شده. مهمترینش اون قسمت فایل هستش که قسمت مربوط به نیو پروژه هست. شما اگر میخواید یه پروژه جدید رو استفاده کنید از این قسمت استفاده میکنید. اگر میخواید پروژه رو باز کنید، یعنی من یه پروژه رو از قبل ایجاد کردم، منظور از پروژه‌ام اون فایلیه که با پسوند PJR هستش. شما میتونید توی این قسمت اون فایل پروژه رو باز کنید. میتونم پروژه مورد نظرم رو سیف کنم. حالا سیف پروژه یا سیف پروژه از مثل همه نرم افزارهایی که تا الان میشناسید. اگرم بخوام پروژه رو ببندم از این گزینه استفاده میکنم. اما موردی که خیلی مهمه این گزینه چنج ورکینگ دایرکتوری هستش. خب من اینو باز میکنم و توی این قسمت اون مسیر رو که قبلا کپی کردم و ورکینگ دایرکتوریم قرار داده بودم رو توی اینجا پیست میکنم و بعد کلیک اوکی رو میزنم. خب الان شما اینجا پیغامی رو مشاهده میکنید که نوشته ورکینگ دایرکتوریتون تغییر کردش. خب این چه مزیتی داره؟ شما بالاخره ممکنه در آینده پروژه های زیادی انجام بدید، یعنی ممکنه مش های مختلفی رو ایجاد کنید. این ورکینگ دایرکتوری به شما کمک میکنه کارتون رو منظم تر انجام بدید. تا اینجا در رابطه با پنجره منو ابزار صحبت کردیم، اما یه قسمت دیگه هم وجود داره که مربوط میشه به قسمت ایمپورت کردن پارامترهای مختلف مثل هندسه، مش، بلاک و پارامتر و اتریبیوت ها. خب این سه تا خیلی کاربرد داره و نکته ای که اینجا لازم هستش من بهتون بگم اینه که این جیومتری، مش و بلاکینگ بعد چه فرمتی داشته باشن. خب چون که این قسمت مربوط میشه به خود نرم افزار ICM، شما باید مطابق با همون فرمتی که این نرم افزار قبول میکنه شما جیومتری، مش یا بلاکتون رو وارد کنید. یعنی اگر جیومتری رو میخواید اوپن کنید باید پسوندش تین باشه، اگر میخواید مش رو اوپن کنید باید پسوندش UNS باشه یا بلاک هم همینطور. ولی چطور شما بخواید یه هندسه دیگه رو از سالید ورک کتیا وارد کنید؟ شما میاد تو قسمت ایمپورت جیومتری و میاد تو اینجا با توجه به فرمتی که دارید انتخاب میکنید. حالا در رابطه با این قسمت بعداً بهتر و بیشتر صحبت میکنیم. ولی الان من یه جیومتری رو توی فایل ورکینگ دایرکتوریم ذخیره کرده بودم. میام اون رو اوپن میکنم که این ورکینگ دایرکتوریمه و اونم فایل هندسمه. هندسه من به صورت یک مربع. توی این قسمت که گزینه‌های رو می‌بینید یه سری آیکون‌ها هستن. در واقع همون آیکون‌هایی هستند که توی قسمت فایل هستن.
که اینجا آورده به صورت آیکون گذاشته. خب این اوپن پروژه هسته، شما پروژهتون رو باز میکنید، آیکون سیو، آیکون اوپن کردن هندسه، اوپن کردن شبکه و بلاک هستش. این گزینه هم هستش که بهتون در ویدیوهای بعدی آموزش میدم. توی این قسمت هم شما نحوه نمایش هندسه‌تون رو میتونید انتخاب کنید. خب این میشه منوی ابزارها. در قسمت پایین درخت طراحی هستش. خیلی نرم افزارها رو شما دیدید که درخت طراحی داره. این درخت طراحی مربوط به پارت، اگر هندسه‌تون از چند پارت تشکیل میشد، پارت‌های مختلفش رو اینجا شما میتونید مشاهده کنید. قسمت مربوط به جیومتری رو من اکسپند میتونم کنم یا ریدیوس کنم. از قسمت پوینت ها هست، شما میتونید نقاطی رو ببینید، منحنی ها و سطوح هستش. خب این از هندسه. حالا با جزئیاتش خیلی بهتر تو ویدیوهای بعدی بهتون آموزش میدم. این مربوط میشه به درخت طراحی. مورد بعدی اینجا یه فضای خالیه. این فضای خالی برای پنل داده ها هستش. مثلا شما میرید روی تب جیومتری و میخواید یه دونه کرو، یه پوینتی رو ایجاد کنید یا یه منحنی رو ایجاد کنید. توی اینجا با توجه به اون عملگری که انتخاب میکنید، پنل تغییر میکنه که تنظیمات مربوط به اون عملگر رو شما میتونید اینجا داشته باشید. مورد بعدی مربوط میشه به تب عملکردها. شما اینجا یه سری تب دارید مثل جیومتری مش، که جیومتری مربوط میشه به هندسه کارمون که زیر مجموعهش میشه نقطه، خطوط، سطوح و حجم ها. این موضوع هم که مربوط میشه به تعمیرات هندسمون و دلیت کردن هر کدوم از اونها، که اینا رو به مرور زمان تو ویدیوهای بعدی باهاشون بیشتر آشنا میشید. تب بعدی مربوط به مش میشه، تنظیماتی که برای شبکه ما باید انجام بدیم. تب بعدی مربوط میشه به بلاکینگ. ما چون که میخوایم توی این آموزش نحوه تشکیل شبکه به روش بلاک رو بهتون آموزش بدیم، خب از این تب خیلی استفاده میکنیم. تب بعدی ادیت مش هستش، مربوط میشه به کارهایی که برای ویرایش شبکه‌مون ازش استفاده میکنیم. و همینطور تب‌های بعدی که به مرور بهتون آموزش میدیم هر کدوم از این عملگرها رو. این سه تبی که اینجا میبینید، این مثلا برای خواص هست، این دوتا تب برای بارگذاری ها هستن و قید ها هستن که بیشتر برای کسانی به کار برده میشه که به روش element method میخوان مششون رو تشکیل بدن. نرم افزارهایی که کارهای جامداتی انجام میده، معمولا برای مهندسان مکانیک هستش که گرایششون جامدات هستش. مورد بعدی سالورتونه که تنظیم میشه و آتپوت مشمون که توی این قسمت هست. مثلا اگر یادتون باشه گفته بودم که ما برای نرم افزار ANSYS Fluent اگر مش بخوایم باید چیکار کنیم، چون که ANSYS Fluent فایلش MSH ولی ICM UNS. خب ما از این تب بهتون آموزش میدیم که چه شکلی بتونیم اون فایل رو تبدیلش کنیم. ما اینجا یه پنجره داریم به اسم پنجره پیغام ها. تمام مسیج هایی رو که در حین شبیه سازی شما باید دریافت کنید توی این قسمت ظاهر میشه. یه پنجره دیگه هم هستش که به صورت آپشنال انتخابی اینجا ظاهر میشه، بهش میگن پنجره هیستوگرام، که اونم بعدا مشاهده میکنید. فعلا الان من فقط یه معرفی میکنم که یه همچین پنجره ای هم ما داریم. مورد بعدی مربوط میشه به محور مختصات که اینجا مشاهده میشه، که مثل همه نرم افزارها از سه محور X, Y و Z تشکیل شده. اما یه دونه نوار داریم که بهش میگن نوار ابزار. هنگامی که میخواید یک عملگری رو انجام بدید، یه کاری رو میخواید انجام بدید ظاهر میشه. برفرض شما میخواید یه دونه نقطه رو دلیت کنید، پاکش کنید. من روش کلیک میکنم، این اون پنجره‌ای که بهتون گفتم به اسم نوار ابزار شناخته میشه که شما میتونید اینجا اون رو مشاهده کنید. خب من الان اون رو دلیت میکنم چون که کاری نمیخوام کنم. اما کار با موس چگونه هستش؟ بالاخره شما برای اینکه این هندسه رو جابجا کنید، بچرخونیدش و تعداد نودهایی رو که میخواید رو توی هندسه‌تون اعمال کنید، باید با موس کار کنید دیگه. کار با موس به این شکل هستش که اگر شما دکمه سمت چپ موس رو فشار بدید، میتونید اون هندسه‌تون رو بچرخونیدش، یعنی دورانش بدید به هر جهتی که میخواید، به این شکلی که من دارم انجام میدم. اگر دکمه وسط موس رو فشار بدید، نچرخونیدش، چون که اکثر موس‌ها خب اسکرول دارن، شما میتونید هندسه‌تون رو جابجا کنید. اگر میخواید زوم این یا زوم آوت کنید، شما میتونید با اسکرول موس این کار رو انجام بدید. مورد بعدی هم مربوط میشه به زوم این و زوم آوت کردنش، که این موس رو شما میتونید دکمه سمت راست موس رو فشار بدید و موستون رو بالا پایین کنید. اگر چپ و راست کنید اون رو دوران میده، اگر بالا پایین کنید اون رو زوم این و زوم آوت میکنه. خب اینم توضیحات مربوط به کار با موس بودش. اما توی بخش منوی ابزارها من یه توضیحاتی در رابطه با دیگر منوها بدم. توی این منوی ابزارها کاری که خیلی به درد ما میخوره پنجره ویو هستش. مثلا شما توی قسمت ویو میاد گزینه تاپ رو میزنید، نما از بالا نشون میده. اگر بخواید از نما از سمت چپ رو شما ملاحظه کنید،
شما اینجا چپ میزنید. البته چون که اینجا مکعبه، خب از هر نمایی بگیرید شما میتونید دستگاه مختصات رو ببینید که متفاوت میشه، تغییر میکنه. این میشه پنجره مربوط به قسمت ویو ها که اینا خیلی به کار ما میاد. مورد بعدی که به کار ما میاد میشه ستینگمون. اولین گزینه جنرال هستش، مطالب عمومی. حالا خب توی ستینگ قسمت جنرال شما میتونید چیزی که خیلی مهمه توی این قسمت، تعداد هسته هایی رو که میخواید ازش استفاده کنید. الان مثلا کامپیوتر من اگر 8 هسته باشه، من میتونم تا 8 هسته این رو تغییر بدم. همون یه هسته به صورت دیفالت صلاحه که بذارید، چون که این نرم افزارها کرک شده هستن، خیلی با پارالل کردن ها سازگاری ندارن. ولی خب انسس فلوند یه چیزیه که میشه شما این رو تقسیم بندی کنید، پارتیشن بندی کنید و اون یه چیز طبیعیه. ولی توی این نرم افزار یکم شما نمیتونید لمس کنید اگر هسته ها رو زیاد کنید. بقیه گزینه ها رو به صورت دیفالت شما نگه میدارید. موضوع بعدی که خیلی مهمه و به کار میادش، پنجره مربوط به لایتینگ هسته. شما میتونید اینجا نور رو تنظیم کنید. گاهی اوقات شما از هندسه یا شبکه‌ای که تشکیل دادید نیاز دارید که عکس بگیرید توی مقاله یا توی تز ارشد یا لیسانستون میخواید قرار بدید، پس از این تنظیمات نور خیلی استفاده میشه. مورد بعدی بک‌گراند هستش، بک‌گراند استایل. شما میتونید رنگ بک‌گراند رو تغییر بدید هر موقع خواستید. میتونید اینجا مثلا قرمزش کنید یا همون آبی بمونه. مورد بعدی که اینجا هستش این گرادیان هست. شما میتونید این گرادیان نمایش رنگ رو از چپ به راست یا به صورت سالید حتی کنید، که حالا این گزینه‌ها رو میتونید خودتون توی نرم افزار خودتون کار کنید و رنگ‌های مختلفی رو انتخاب کنید. خب من اینو لغوش میکنم. مورد بعدی مربوط میشه به تنظیمات ماوس که خیلی مهمه توی این قسمت هستش. گاهی اوقات یه سری افراد هستن چون که از چند تا نرم افزار کار میکنن، دوست دارن کار با این موس مثل همه نرم افزار یکی باشه. شما میتونید از همین قسمت اونها رو تغییر بدید با توجه به کار دلخواهید، که مثلا میخواد بگید که دکمه چپ موس چه کار رو انجام میده، به جایی که چرخش کنه مثلا پن کنه، جابجا کنه یا زوم کنه. اینا رو با توجه به سلیقه‌ای که دارید میتونید تنظیم کنید. و مورد بعدی که خیلی مهمه مربوط میشه به یونیت واحد ها. شما میتونید اون واحد مثلا میلیمتر باشه، سانتی متر باشه، نانومتر باشه رو اینجا تنظیم کنید. هرچی این عدد خیلی کوچیکتری باشه، شما نمایش منحنی که توی هندسه‌تون میبینید خیلی دقیق تره. که این موضوع توی آموزش ایفول من بهتون میگم که لمس کنید ببینید تفاوت چی هستش. و مورد بعدی مربوط میشه به هلپ این نرم افزار. هلپ این نرم افزار شما روش وقتی کلیک میکنید روی این منو، از چند قسمت تشکیل شده. خب مهمترینش همین یوزرز منوال هستش که شما بتونید اطلاعاتی رو که نیاز دارید ازش استفاده کنید. خب من روش کلیک کردم و وارد مرورگرتون میشه. به صورت آنلاین شما میتونید هلپتون رو داشته باشید، که این تغییراتیه که توی نرم افزارهای ورژن جدید انسیس ایجاد شده. مثلا ورژن های قدیمیش به صورت فایل PDF میومد این توضیحات، که اینجا اطلاعات کافی رو هر کدوم که خواستید میتونید ازش استفاده کنید. بعد از اینکه همه کاراتون رو کردید، شما باید بیاید این فایل رو سیو کنید دیگه. من میخوام الان بهتون بگم که خب چه فایل هایی تو ورکینگ دایرکتوریمون سیو میشه. من میام توی قسمت فایل سیو پروژه است و اونجا وصل میشه به همون ورکینگ دایرکتوری که تعیین کرده بودم. من میام اینجا پروژه یک رو کلیک میکنم. الان شما اینجا ورکینگ دایرکتوری رو میبینید اینجا. برای اینکه همه اسمای یکی بشه، من دقیقاً همون رو کپی میکنم. خب بعد اینکه سیوش کردم شما میبینید پروژه سیو شده. الان وارد میشید یه فایل پروژه دارم، پی آر جی دارم و تین دارم. فقط همین است. دیگه تنظیمات فایل های دیگه نیست. مثلا فایل های مربوط به بلاک، مربوط به مش، چون که من هیچی انجام ندادم. فقط آوردم هندسه تشکیل دادم و فایل پی آر جی رو دارم اینجا. که شما اینجا میتونید ببینید. پس من اگر این نرم افزار رو ببندم، اگر روش کلیک کنم، این صفحه مربوط به پنجره کامند اینجا باز میشه و هندسه اصلی من اینجا شما میتونید نگاه کنید. خب خیلی ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار. سلام عرض میکنم. نجفی هستم با آموزش مقدماتی تشکیل شبکه در نرم افزار انسیسیم در خدمتتونم. توی این درس قصد داریم که نحوه ترسیم هندسه و فراخونی اون رو توی نرم افزار انسیسیم آموزش بدیم. توی این درسمون ابزارهای ترسیم هندسه رو بهتون معرفی میکنیم و اینکه چه شکلی از اونها استفاده کنیم و بتونیم هندسه‌مون رو ایجاد کنیم. در نهایت هم اینکه یک هندسه رو با نرم افزارهای دیگه که ایجاد کردیم مثل کت یا سالید ورک رو چطوری توی این نرم افزار ایمپورت کنیم. خب من یه ورکینگ دایرکتوری رو از قبل تشکیل دادم که آدرسش رو اینجا شما میبینید و یه فایلی هستش که اسمش پارت 2ه. این فایل با پسوند STP هستش که با نرم افزار کتیا من درستش کردم و اون رو با پسوند STP سیو از گرفتم و توی این فایل گذاشتم. خب من فایل ورکینگ دایرکتوری رو کپی میکنم توی این قسمت و بعد میرم روی قسمت فایل
چنج ورکینگ دایرکتوری، اون مسیر رو پیست میکنم و بعد از اینکه اوکی زدم میبینید که الان ورکینگ دایرکتوریمون رو عوض کردم. خب همونطور که توی ویدیو قبلی آموزش دادم ما یه سری عملگرها اینجا داریم که اینجا مربوط میشه به تب عملگرها. میریم توی قسمت جیومتری و اونجا عملگرهای مربوط به جیومتری رو میتونیم اینجا مشاهده کنیم. اولین عملگر مربوط میشه به create point. خب من روش کلیک میکنم و پنلش رو شما میتونید اینجا ببینید. اینجا اگر شما روش کلیک کنید و اون رو به سمت بالا ببرید یک خورده اینجا فضاتون بیشتر میشه، یعنی فضا برای پنل داده هاتون بیشتر میشه. اولین قدم اینه که من بخوام یه نقطه رو ایجاد کنم. چندین روش برای نقطه داره. یکی از روش‌های اینه که مختصات x و y z بدیم. من روی اون کلیک می‌کنم، اینو یکم دیگه میارم بالا که بتونم این توضیحات مربوط به پنل داده‌ها رو به خوبی مشاهده کنم. میام مختصات 0 و 0 و 0 رو انتخاب می‌کنم و کلیک اپلای رو می‌زنم. بعد از اینکه کلیک اپلای رو زدم، نقطه رو شما اینجا میتونید مشاهده کنید و میبینید که درخت طراحی هی کامل میشه هر لحظه. خب یه شاخه به اسم پارس بهش اضافه شده و یه دونه شاخه به اسم جیومتری که شما شاخه پوینت رو میبینید که میتونید اون رو خاموش یا روشن کنید. خب بعد از اینکه من نقطه رو اینجا ایجاد کردم، مهم هستش که من واحدم رو تنظیم کنم، یعنی این مختصاتی که اینجا دارم بر حسب متر باشه، میلیمتر باشه یا سانتی متر باشه. میام روی قسمت ستینگ، روی قسمت یونیس کلیک میکنم. توی اینجا یه تالرنسی رو انتخاب میکنم، این عددیه که معقول و دیفالتش رو نگه میداریم. بعد میایم اینجا واحده که مد نظرمونه رو من انتخاب میکنم که میلیمتر هستش. از اونجایی که بیشتر کسانی که هندسه رو تولید میکنن بر اساس میلیمتر اون هندسهشون رو طراحی میکنن، خب منم همون میلیمتر رو انتخاب میکنم و بعد از اینکه کلیک اپلای رو زدم اون رو اوکی میکنم. شما اینجا میبینید که واحد میلیمتر نشون داده شده که نشون میده که واحد یا یکای این محور مختصات بر اساس میلیمتره. برمیگردم روی پنل ایجاد نقطه. من اینجا یه نقطه ایجاد کردم که با دادن x و y z این کار انجام دادم. یکی از عملگرهای دیگه ایجاد نقطه اسکرین سلکت هستش. خب روش کلیک میکنم و هر جایی که میخوام من میام اون نقطه رو ایجاد میکنم. وقتی که روی اون نقطه کلیک میکنم یه نقطه زرد رنگ اینجا ایجاد میشه. همینجا یه پیامی بهتون میده که میگه شما باید با دکمه سمت چپ موستون اون نقطه رو انتخاب کنید، که الان من یه نقطه دیگه انتخاب کردم، و با زدن دکمه وسط موس شما میتونید اون نقطه رو تایید کنید. اگر این نقطه ای که الان من اینجا زدم نخوام این نقطه ایجاد بشه، من میام برای اینکه کنسلش کنم کلیک راست موس رو میزنم، میبینید کنسل میشه. الان بخوام اینو کنسل کنم کلیک راست موس رو میزنم. خب برای اینکه بخوام اون نقطه ای که ایجاد شده رو تایید کنم، همین دو تا نقطه هستش، یعنی توی این دو تا نقطه توی این صفحه x y z هم ایجاد بشه، باید دکمه وسط موس رو بزنم و پس از اینکه اون رو زدم من اون دو تا نقطه رو میتونم مشاهده کنم. روش بعدی که میتونیم باهاش نقطه رو ایجاد کنیم روش دلتا هستش، یعنی اینکه شما یه نقطه رو انتخاب میکنید و با توجه به فاصله هایی که براش تعیین میکنید میتونید یه نقطه جدید رو انتخاب کنید. برای این کار ما میایم روی عملگر دلتا که اینجا هستش کلیک میکنیم، بعد اون نقطه ای رو که میخوایم مبدا ما باشه رو انتخاب میکنیم. من میخوام این نقطه نقطه مبدا ام باشه، من اون رو انتخاب میکنم. بعد میام توی این قسمت میگم که چه مقدار به سمت راست بره نقطه جدیدم و چه مقدار به سمت بالا بره. خب روی محور ایکس من برای اینکه جابجا بشه 100 میلیمتر انتخاب میکنم، روی محور وای هم 100 میلیمتر و کلیک اپلای رو میزنم اوکی میکنم. الان نقطه جدید ایجاد شده ولی شما نمیتونید اون رو ببینید. برای اینکه اون نقطه رو مشاهده کنیم میریم گزینه فیت ویندو رو میزنیم و میبینیم که یه نقطه اون بالا ایجاد شده. در واقع شما اگر زوم کنید اینجا یه نقطه اینجا میبینید و دو تا نقطه کنارش که من میتونم اون دوتا رو پاک کنم. برای اینکه بخوام اون نقطه های اضافی رو پاک کنم، خب ما اینجا یه سری عملگرها داریم که میتونه اونها رو دیلیت کنه. میایم روی قسمت دیلیت پوینت کلیک میکنیم و اون دوتا نقطه هایی رو که میخوایم دیلیت میکنیمش. ولی یه نکته اینجا هستش، نوار ابزاره. من وقتی که میخواستم انتخاب کنم یه نوار ابزار ایجاد میشه که بعدا حالا با گزینه هاش آشنا میشیم. من دکمه وسط موس رو میزنم، اون رو تاییدش میکنم. بعد از اینکه تایید شد کلیک راست رو میزنم و اون رو لغوش میکنم. من الان یه نقطه اینجا ایجاد کردم، یه نقطه هم اینجا ایجاد کردم. خب با دو روش از ایجاد نقطه آشنا شدیم. یکی دیگه از روش های ایجاد نقطه اینه که ما اون به کمک سه تا نقطه بیایم یه نقطه ایجاد کنیم. روش کار این چه شکلیه؟ شما باید سه تا نقطه رو ایجاد کنید. برفرض اینجا، اینجا، اینجا. بعد این سه تا نقطه ها رو نرم افزار به هم دیگه وصل میکنه و یه دایره ازش عبور میده. وسط این دایره میشه اون نقطه‌ای که شما میخواید. الان من یه مثالی بخوایم انجام بدیم اینطوریه. میایم روی عملگرش کلیک میکنیم. میتونم از طریق پوینت ها استفاده کنم یا اینکه یه کرو رو انتخاب کنم. خب من الان پوینت ها رو استفاده میکنم. میام اینجا
سه تا پوینت انتخاب میکنم. این پوینت هایی رو که من انتخاب کردم رو اینا به هم وصل میکنه و اون نقطه مرکز این دایره رو اون نقطه‌ای که میخواد رو قرار میده. من کلیک راست رو میزنم که دستور بره. بخوام اونو پاکش کنم میتونم اینطوری پاکش کنم. اینم یکی دیگه از مورد های ایجاد نقطه. روش های دیگه هم اینجا هستش که مثلا در دو انتهای یک منحنی نقطه ایجاد بشه. برای این کار من میام چیکار میکنم؟ یه دونه منحنی ایجاد میکنم. اما قبل از اینکه بخوام بریم مرحله بعدی، من یه مورد دیگه که اینجا هستش بگم. گاهی اوقات ما میایم یه نقطه ای رو ایجاد میکنیم که بین دو تا نقطه باشه و مثلا بگیم که وسطش باشه یا مثلا 0.3 باشه یا 0.7 باشه. خب من میام اینجا رو کوش کلیک میکنم، یه روش دیگه برای تشکیل نقطه هستش. میام روی روشش، متدش، میام پارامترز رو انتخاب میکنم و میگم مثلا فاصله بین اون دو تا نقطه وقتی که نیم بود اون نقطه رو ایجاد کن. من اون دو تا نقطه رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه انتخاب کردم، نقطه وسط ایجاد میشه که همونطور که گفته بودم نیم. اگر بخوام اینو عوض کنم بکنمش 0.8، ببینید الان کجا ایجاد میشه؟ تقریبا اینجاست. پس از اینجا میشه 0 تا برسه به 1. یعنی از اون نقطه اول میشه 0، نقطه آخر میشه 1. خب من این دو تا نقطه‌ای که جدید ایجاد کردم میتونم پاکشون کنم. یه روش دیگه برای ایجاد نقطه اینه که برفرض یه منحنی داریم. اگر ما یه منحنی داشته باشیم، میتونیم ابتدا و انتهای اون منحنی نقاط ایجاد کنیم. برای ایجاد منحنی من میرم رو عملگر create یا modify curve روش کلیک میکنم و از دستور from points استفاده میکنم و این منحنی رو ایجاد میکنم. دکمه وسط موس زدم که تایید بشه. خب الان منحنی ایجاد شد. من این نقاطی رو که اینجا دارم رو پاک میکنم. الان میرم از دستور curve ends استفاده میکنم. روش کلیک بکنم، این عملگر برای من فعال میشه و من میام اون منحنی رو که میخوام دو انتهاش نقاط ایجاد بشه رو انتخاب میکنم. وقتی که انتخاب کردم، دکمه وسط موس رو میزنم و دستور رو لغو میکنم. میبینم که دو تا نقطه در انتهای این منحنی ایجاد شده. خب اینم یکی از این روش هست. اگر من یه منحنی دیگه اینجا داشته باشم، اگر از این دستور استفاده کنم، وقتی که دو تا منحنی رو ایجاد میکنم، نقطه برخورد این منحنی رو یه نقطه ایجاد میکنه. این واسه اون یکی دستوره که بهش میگن curve intersection. مورد بعدی مورد پارامترز along a curve هستش. یعنی من روی منحنی که دارم بهش پارامتر میدم، مثلا میگم که طول نیم برفرض یا طول 0.6 برفرض، میگم از اینجا تا اینجا شما 1 متر در نظر بگیر، روی 0.6 این منحنی یه دونه نقطه ایجاد کن. خب الان من curve رو انتخاب میکنم، یه نقطه ایجاد کرد. بخوام تغییرش بدم میکنمش 0.2 روش انتخاب میکنم، میبینم اینجا باز از اینجا 0 شروع شده تا اون بالا 0.2 و 0.6 روش ایجاد شده که اینا معمولا استفاده میشه. یکی دیگه از روش های ایجاد نقطه اینه که ما اون نقطه رو تصویر کنیم روی یه دونه منحنی دیگه. من نیاز دارم که یه دونه کرو دیگه ایجاد کنم. با توجه به این دستوری که دارم، دوتا نقطه رو انتخاب میکنم، بعد میرم یه دونه منحنی ایجاد میکنم، بعد برمیگردم روی عملگرهای ایجاد نقطه و این گزینه رو که هستش Project Point to Curves رو انتخاب میکنم. اول از همه ازم میخواد که یه دونه منحنی انتخاب کنم. اون منحنی که قراره اون نقاط روش تصویر بشه. این منحنی هستش. دکمه وسط موس رو میزنم. بعد ازتون میخواد که اون نقاطی رو که میخواید تصویر کنید روی اون منحنی رو انتخاب کنید. من این دوتا نقاط رو انتخاب میکنم. البته یه نقطه اینجا هم انتخاب شد. من یه عقب میکنم. این نقطه و این نقطه رو انتخاب میکنم. دکمه وسط موس رو میزنم و میبینید که این نقاط تصویر شده روی اون منحنی. مورد بعدی هم اینه که یک نقطه رو تصویر کنید روی سطح. همین کار رو به جای اینکه کرو انتخاب کنید، یعنی منحنی رو انتخاب کنید، باید یه سطحی رو انتخاب کنید و هیچ تفاوتی نمیکنه. خب تا اینجا با دستورهای مربوط به ایجاد نقطه آشنا شدید. من میخوام یه منحنی ایجاد کنم. با دستور اول، یعنی اون عملگر اول آشنا شدید. مورد بعدی مربوط میشه به اینکه شما سه تا نقطه دارید و میخواید آرک ازش ایجاد کنید. من میام الان اینجا سه تا نقطه ایجاد میکنم با همین دستور from screen. این سه تا نقطه رو من ایجاد کردم. بعد میرم تو قسمت create and modify curve، روی آرک کلیک میکنم، سه تا نقطه رو انتخاب میکنم. روی این سه تا نقطه برای من یه دونه منحنی ایجاد میکنه. خب اگر بخوام اینو برگردونم به عقب، دستور undo رو میزنم، میرسیم به مدل بعدی که circle or arc from center point and two point on plane. اگر من میخوام یه دایره ایجاد کنم یا یه آرکی رو ایجاد کنم، من میتونم با کمک سه تا نقطه این کار رو انجام بدم. نقطه اول میشه مرکز دایره من، نقطه دوم میشه شعاع دایره من و نقطه آخر میشه اون نقطه‌ای که قراره این دایره تو اون صفحه ایجاد بشه. من میام این دستور رو میزنم، میتونم اینجا بیام اول از همه زاویه رو تنظیم کنم. میخوام یه دایره کامل ایجاد کنه 360 درجه یا یه دایره 180 درجه. من همون دایره 360 درجه رو انتخاب میکنم. نقطه اول رو انتخاب میکنم.
نقطه دوم که میشه شعام رو انتخاب میکنم، اون صفحه ای رو که میخوام انتخاب کنم و میخوام از این نقطه عبور کنه و اینجا شما میبینید که یه دایره ایجاد شدش. اینم دستور ایجاد یک دایره هستش. مورد بعدی مربوط میشه به ایجاد منحنی روی یه دونه سطح. برای این کار من باید آماده کنم، میام این هندسه هایی رو که اینجا ایجاد کردم و دیلیت میکنم. از اینجا ما یه گزینه‌ای داریم به اسم دیلیت کرو که میاد فقط منحنی ها رو دیلیت میکنه. دستور بعدی رو دارم که دیلیت سرفیس هست و دیلیت بادی یا همون پاک کردن حجم هستش. گزینه آخرم مربوط میشه به پاک کردن همه موارد. دیگه شما لازم نیست فقط انتخاب کنید، چون که این گزینه های اول وقتی که شما انتخاب میکنید فقط منحنی رو پاک میکنه، فقط سطح رو پاک میکنه، ولی این همه گزینه ها رو پاک میکنه، همه موارد رو پاک میکنه. این عملگرهایی که اینجا هستش لازم میشه، چون که شما میخواید یه هندسه پیچیده ای دارید، میخواید یه نقطه رو پاک کنید، اگر بیاید روی این کلیک کنید ممکنه دستتون بخوره یا اون نقطه نزدیک به سرفیسی باشه یا نزدیک یه منحنی باشه و ممکنه اون رو هم پاک کنید. به خاطر همین خیلی بهتون کمک میکنه که فقط نقطه رو پاک کنید یا منحنی رو. خب من میام دوباره برمیگردم سریعاً یه مربع اینجا ایجاد میکنم، صفر صفر. این دستورا رو بهتون توضیح دادم دیگه. سریعاً من اینجا یه مربع رو ایجاد میکنم، میام این مربع ها رو به هم وصل میکنم با دستور ایجاد curve from points. نقطه‌ای که اینجا مطرح است، الان من این نقطه رو انتخاب کردم، نقطه بعدی رو هم انتخاب کردم، دکمه وسط موس رو میزنم تایید میشه. الان شما نگاه کن، یه خطی که اینجا افتاده نشون نمیده که این نقاط با هم دیگه اختلاف دارن. این به خاطر اینکه موس چرخید، دست من خورد. برای اینکه اون رو درست کنی شما میای تو قسمت ویو گزینه فرانت رو میزنید. خب الان من اینو ایجاد کردم. مورد بعدی رو که میخواستم بگم، شما اگر این نقطه رو انتخاب کنید، این نقطه رو ایجاد کنید و یه خط اینجا ایجاد میشه، ولی اگر دستور تاییدش رو نزنید، یعنی دکمه وسط موس رو نزنید، نقطه سوم انتخاب کنید، منحنی به این شکل تبدیل میشه. پس این نکته رو باید دقت کنید بهش. من دکمه وسط موس رو میزنم. البته این روشی که این تو هستش واسه خودش برای تولید هندسه های دیگه هست. شما ممکنه چندین نقطه داشته باشید، مثلا نقاط روی یه دونه ای فوید، و اونها رو انتخاب کنید. اونم برای خودش کاربردی داره. من اینا رو هم انتخاب کردم. موردی که می‌خواستیم با هم دیگه بحث کنیم در رابطه با این بودش که ما از روی یک سطح بتونیم یه دونه منحنی ایجاد کنیم. پس من میرم روی قسمت create یا modify surface، یه دونه سطح رو خیلی ساده ایجاد میکنم. بعد از اینکه این سطح رو ایجاد کردم، شما خب اینجا یه نقطه میبینید. اینا بیشتر کارهای گرافیکیه. من وقتی که یه سطح رو ایجاد کردم، یه درختی مربوط به سرفیسز ایجاد شده، من میتونم اون رو خاموش و روشن کنم. مورد دیگه، اگر شما دوست داشتید این سطح رو مشاهده کنید، میاید روی گزینه سرفیسز کلیک میکنید و اون رو به سالید تبدیلش میکنید. بعد از اینکه اون رو به سالید تبدیل کردید، شما میتونید الان اون رو ببینید. حالا موردهای دیگه هم داره که شو سیمپلر، که اینا مربوط میشه به حالت وایر فریم. اگر هندسه‌تون منحنی بود، تو آموزش‌های بعدی من بهتون نشون میدم، اگر شوفول بزنید شما خطهای زیادی رو اینجا میبینید. همینطور هم که اینجا شما ملاحظه کردید خطهای بیشتری میبینید، یعنی نمایش با دقت بیشتری بهتون ارائه میشه. خب من همونجا گزینه سالید رو میذارم. البته گزینه سالید ان وایر هم شما اینجا میتونید ببینید که توی این مورد نمیشه اختلافش رو مشاهده کرد، همون سالید مناسبه. حالا ما می‌خواستیم با این دستور کار کنیم، Surface Parameters. من وقتی که روش کلیک می‌کنم به ما چند تا روش رو معرفی می‌کنه: Direction on Surface, Point on Edge and By Parameters. گزینه اول که مربوط میشه به Direction on Surface، من اون سرفیس رو انتخاب می‌کنم، یعنی وقتی انتخاب کلیک وسط موس رو می‌زنم و انتخاب میشه. بعد میرم روی Point. من نگاه کنید اینجا یه نقطه‌ای رو که بخوام میام انتخاب می‌کنم. هر نقطه ای رو که من انتخاب کردم توی اون راستا برای من نقطه رو ایجاد میکنه، ولی باید دو تا نقطه رو انتخاب کنم. نگاه کنید نوشته select two location، من میام اینجا اینو انتخاب میکنم. پس این دستور یه دستوریه که شما میتونید یه خط ایجاد کنید و اونم با انتخاب دو تا نقطه. ببینید من یه بار دیگه میزنم، توی راستای اون دو تا نقطه یه خطی رو ایجاد میکنه. خب الان من این اگر بیام گزینه سطح یعنی سرفیس رو خاموش کنم، میبینم خط ها اینجا ایجاد شده. روش بعدی برای ایجاد خط پوینت آن ایج هستش. شما یه نقطه رو بعد روی این منحنی ایجاد کنید که توی راستای اون نقطه یه خط ایجاد میکنه. من یه نقطه رو با دستور همین که بهتون توضیح داده بودم از قبل ایجاد کردم. بعد میرم توی این قسمت ایجاد منحنی، میام اول سرفیس رو انتخاب میکنم. برای اینکه بخوام اون رو انتخاب کنم، من بعد اینو اکتیوش کنم. بعد از اینکه انتخاب کردم، میام اون نقطه رو انتخاب میکنم. روی این نقطه که کلیک کنم، میبینی که در این راستا یه خط ایجاد شده. همینطور گزینه های دیگه هم داره که به صورت پارامتر شما میتونید اون رو ایجاد کنید.
مورد بعدی مربوط میشه به متد بای پارامترز. توی این روش من میام اول سرفیس رو انتخاب میکنم و بعد میام اینجا یه پارامتر رو تعیین میکنم از صفر تا یک. اگر یو باشه در راستای ایکس، اگر وای باشه در راستای وای هستش. خب من ایکس رو انتخاب میکنم، برفرض مقدار نیم رو من انتخاب میکنم، خب و بعد از اینکه این سرفیس رو که انتخاب کرده بودم کلیک اپلای رو بزنم، شما میتونید اینجا ببینید که این خط جدیده، پس در راستای یو این خط رو جدید کرده. یه موردی رو که توی قسمت قبلی من فراموش کردم توضیح بدم، روش دوم هستش. این روش رو توضیح دادم، اینه که شما این سرفیس رو وقتی که انتخاب کردید، مورد بعدی در راستای یووی که انتخاب میکنید اون منحنی رو ایجاد میکنه. الان نگاه کنید، وقتی که من رو صفحه کلیک میکنم، در صورتی که دستم همچنان روی کلیک سمت چپ موس باقی مونده، هر قسمتی رو که بخوام انتخاب کنم رو وقتی که میچرخونم، بعد از اینکه اونجا ول کردم همونجا ثابت میمونه و اپلای که کنم یه خط اینجا ایجاد میکنه. اینم یکی دیگه از روش‌های ایجاد خط هستش توی این مورد. مورد بعدی، اگر دوتا سرفیس با هم دیگه تداخل داشتن، محل تداخل رو میاد یه دونه منحنی ایجاد میکنه. دو مورد بعدی هم مربوط میشه به اینکه دوتا منحنی رو از هم جدا کنه و یا اینکه دوتا منحنی رو به هم دیگه وصل کنه. خب برای این کار من میام اون منحنی های قبلی رو پاک میکنم، اون نقطه اونجا باقی بمونه. اول از هم میام میگم این منحنی رو که اینجا دارم میخوام با توجه به این نقطه که دارم به دو قسمت تقسیم کنم توی این نقطه، یعنی وقتی که به این نقطه میرسه جدا بشه این منحنی. اول از همه میخوام بهتون نشون بدم که این منحنی یکیه. برای این کار مثلا میام روی قسمت دیلیت کرو رو که بزنم، میبینم که این منحنی کامل هست. من این دستور رو لغو میکنم، میام روی این گزینه سگمنت کروز رو میزنم. اول از همه میام اون منحنی رو انتخاب میکنم، بعد از هم میخواد که اون موقعیت اون نقطه رو انتخاب کنم، من میام اون رو انتخاب میکنم. البته اینجا هم شما میتونید ببینید، بعد از اینکه اون انتخاب کردم دکمه وسط موس رو میزنم و دستور رو لغو میکنم با زدن کلیک سمت راست. الان شما برید روی این قسمت، میبینید که دوتا منحنی جداگونه هستش. مورد بعدی هم میاد اینها رو به هم دیگه وصل میکنه، کانکت میکنه. این دوتا منحنی رو من انتخاب میکنم، بعد از اینکه انتخاب کردم دکمه وسط رو میزنم. الان برید مشاهده کنید با این گزینه، این یه راهیه که بتونید نشون بده که این منحنی یکی یا دوتا است و شما میبینید که الان یه دونه کامل هستش. خب این از این در رابطه با توضیح این که شما روش هایی که بتونید خطوط رو ایجاد کنید. این هم یه روشی هستش که بین دوتا خط یه دونه خط وسط میاره. گزینه بعدی هم مربوط میشه به modify curve. زیاد آپشن های خاصی نداره، یعنی خیلی کاربردی نیستش، ولی اگر بخواید بدونید یکی از کاربرداش اینه که الان من همون دوتا کرو رو از هم جدا کنم، کرو رو انتخاب میکنم با اون پوینت. حالا الان من دوتا منحنی دارم. شما با زدن مودیفای کرو شما میتونید اول از همه یه جهتی رو تنظیم کنید برای اون. شما باید دکمه وسط موس رو بزنید. الان من جهت این سمت چپ دکمه وسط موس رو میزنم، چپ تنظیم شه. الان میام جهتش که چپ بوده رو راست میکنم. من همون چپ میذارم، این رو هم همون راست میذارم، چون که میخوام گزینه به اسم extend رو بهتون توضیح بدم. خب من این روش متد extend رو میزنم، این منحنی رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه انتخاب بشه شما میای این میگی که اینو میخواد چطوری extend کنه، طول بهش تعیین کنم یا نقطه. من میگم نقطه. و من بعد از اینکه اون منحنی رو انتخاب کردم دکمه وسط موس رو میزنم، تایید میشه و الان ازم میخواد که اون نقطه رو انتخاب کنم. این نقطه رو اینجا انتخاب میکنم، دکمه وسط موس رو میزنم، میبینم که اون منحنی امتداد پیدا کرده تا اون نقطه. و این یه روشی که مثلا میتونید شما منحنیاتون رو اصلاح کنید. مچ کرو هم تقریبا مثل همین وصل کردن دوتا منحنی به هم هستش. بحث پل هم اگر دوتا منحنی داشته باشید، بذارید من برگردم به عقب، اگر دوتا منحنی داشته باشید شما اون دوتا منحنی ها رو به هم وصل میکنه یا اکسترود میکنه، البته همون کار رو انجام میده. مثلا شما این دوتا منحنی ها رو انتخاب میکنید، به سمت داخل اینها رو به هم وصل میکنه. خب در صورت اینا وصل بودن، ولی الان شما هر چقدر جابجا کنید نمیتونید. این در رابطه با این قسمت که توضیحات کافی رو بهتون دادیم که کاربردهای مهمش همین چند تای اول و توی پوینت ها هم همین بالا هست. البته این هم خیلی کاربرد داره که توی درس های بعدی ما بهتون آموزش میدیم. من این دو تا منحنی ها رو باید به هم وصل کنم. دو تا منحنی ها به هم وصل شدش. مورد های بعدی مربوط میشه به ایجاد سرفیس، ایجاد سطوح. گزینه اول رو کار کردیم، این منحنی ها رو به هم وصل میکنه و سطح رو ایجاد میکنه. من این نقطه رو هم پاک کنم. مورد بعدی هستش کرو دریون. توی این گزینه شما میتونید یک سطح مقطع رو در راستای یک کرو امتدادش بدید. همونطور که از شکلش میبینید یک کرو این
به صورت یک چهارم دایره رو ایجاد کرده و یه زانو ایجاد کرده که این خب خیلی از مسائل این اتفاق میفته و تو خیلی از نرم افزار هست. مورد بعدی هم به همین شکله که یک سطحی رو شما میاد اکسترود میکنید، یک دسته ای از منحنی ها رو میاد اکسترود میکنید در راستای مورد نظر. الان من میخوام این شکلی که اینجا دارم رو تبدیل به یه مکعب کنم. برای این کار میام روش انتخاب میکنم، میتونم دو تا روش رو انتخاب کنم، یا برداری باشه یا با کمک یک منحنی این کار انجام بده. واسه همون برداری که انتخاب میکنم برای من مناسب هستش. گزینه اول میگه که دو تا نقطه رو انتخاب کن. من نقطه اول رو که اینجا هستش نقطه دومم بعد ایجاد کنم دیگه، میام تو قسمت XY 0 و 0 رو در راستای Z 100 میلیمتر انتخاب میکنم. خب الان 100 میلیمتر اینجا ایجاد شدش. بعد میرم تو همون گزینه